سلام بچه ها جونم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ بچه ها امروز اولین جلسه کلاس ریشه رو ما شروع کردیم با هم و بچه های اینجا. خیلی کلاس خوبی بود، خیلی خوش گذشت. به من که خیلی خوش گذشت، امیدوارم به بچه هم خوش گذشته بوده باشه. جای همتون خالی. خب بچه ها، میمونی هم خیلی دوست داره یه سلام علیک بکنه با شما، ترم جدید رو بهتون تبریک بگه. میمونی بیا ببینم. سلام سلام بچه هم، سلام میکنم به تو. بچه ها میمونی دلشون تنگ شده بود، میمونی دلش برای شما تنگ شده بود، منم دلم برای تو تنگ شده بود. خب کلاسمون رو دوباره شروع کردیم. بچه من میخوام بگم که امروز تو کلاسمون چه اتفاقایی افتاد. خیلی کلاس جالبی داشتیم، مگر نه میمونی؟ من همینجوری که کلاس رو شروع کردم، بچه ها یکی از بچه ها همون اولین کاری که کرد پرسید که اون چیه؟ گفتم کدوم چیه؟ کی چیه؟ بعد من دیدم که اصلا داره با میمونی صحبت میکنه بیشتر، مگه نه میمونی؟ از میمونی پرسید که من بین اینا ترجمه میکردم، از به من میگفتم، میگفتم به میمونی بگو، من برای میمونی ترجمه میکردم، من گفتم به میمونی بگو که اون کیه. بعد من میگفتم میمونی اون کیه؟ میمونی میگه کدوم کی کیه؟ بعد بچه گفتم اون که اون پشته، اون کیه؟ کدوم پشت؟ بچه ها میمونی میگه اینو میگید؟ آره 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 میمونی. خب بچه ها، این دوست جدید ماست، دوست جدید میمونی. میمونی خیلی اینو دوست داره. بپرسم اسمش چیه؟ میمونی میپرسی اسمش چیه؟ بچه میمونی پرسید اسمش چیه؟ چه حد میزنید اسمش چی بود؟ خرخری. اسمش خرخریه، مگه نه؟ خب بچه ها این خرخریه، خرخری هم دوست جدید ماست، دوست خیلی خیلی با میمونی رو دوست دارم، چون که همیشه اینجا هستم. میمونی دستشو میذاره روی شونه خرخری، اینا دیگه خیلی همو دوست دارن. خب بعد بچه ها چون خرخری رو تازه دیده بودن، هی از من سوال میپرسیدن، میگفتن مثلا از خرخری بپرس که از کجا اومده، از چیکار میکنه، فوتبال دوست داره، یه سوالایی هم پرسیدن. من از میمونی خواهش میکردم، میمونی میپرسید. حالا شما هم اگه سوال دارید این سوالا رو میتونید برام بفرستید، من از خرخری میپرسم یا به میمونی میگم که از خرخری بپرسه، جواباشو بهتون میگم. خب یکی از بچه ها از میمونی خواست که بپرسه که خرخری فوتبال دوست داره یا نه. میمونی ها چون میمونی ظاهرا خیلی فوتبال دوست داره. چون خرخری فکر کنم فوتبال دوست نداشت، گفت آره. خب یکی دیگه بچه پرسید که میشه از خرخری بپرسی که از کجا اومده، اصلا خریدیش. من به میمونی گفتم که بپرسید ازش. میگه نه خریده نشدم. راستم میگه، خریده نشده. بچه باحال، نه خریدیم توش خر داره، اینم اسمش خرخریه. خیلی خوب خیلی خوب، میمونی که اینجاست، خرخری هم که اینجاست. خرخری دوست داری بیایی با ما شرکت کنی؟ بچه خرخری همچین حال نداره، حس نداره، همینجوری اینجا نشسته. آره خب بی‌حوصله ای. یکی از بچه‌ها گفت شاید تنبله. همونی تنبله؟ پرسید که خرخری تنبلی؟ گفت نه تنبل نیستم. من فقط
چقدر اینجا رو خیلی دوست دارم. اینجا آروم، همینجا برای خودم میشینم، کیف میکنم، لذت میبرم. خیلی از همینجا بودن، همینجوری بودن لذت میبرم. چون خرخری خلاصه خیلی دوست داره همینجوری آروم برای خودش یه گوشه بشینه، برعکس میمونی. میمونی که همش دوست داره اینجوری بدو اینور بدو اینور بدو اینور بدو اینور، خرخری دوست داره بشینه. خب بچه جون، بعد من از بچه ها پرسیدم که امروز میدونیم میخوایم چیکار کنیم؟ از میمونی هم پرسیدم تو میدونیم میخوایم چیکار کنیم؟ بازی؟ یه جور بازیه. آره نقاشی؟ نه نقاشی نه. گفت موسیقی؟ آره یه ربطایی به موسیقی داره بچه امروز کارمون. چون میمونی، چون میدونید دیگه خیلی موسیقی دوست داره. آهنگ میمون خرابکار یادتونه؟ هر دفعه ما پخشش میکنیم، عاشق اون آهنگ میمونی. خب بذارید من ستارمو بیارم. بچه من سازام اسم دارم، بعد یه مدت درشون اسم میذارم. مثلا ستار من اسمش هست، کی میدونه؟ ستارو. وقتی میخوام بگم ستارو بیا، ستارو میاد. این ستاروه بچه. آره میمونی ستاروه دیگه اسمش. خب بچه ما امروز یه کار خیلی جالبی میخواییم ما هم بکنیم. من یه آهنگ کوچولو دارم، اینو ساختم، بعد ما میخواییم سعی کنیم با هم دیگه روی این شعر بسازیم براش. امروز این کار رو تو کلاس کردیم، بچه ها خیلی شعرهای باحال و بامزه‌ای ساختن و خیلی جالب بود، خیلی از اصلا حد انتظار من بالاتر بود و خیلی خوش گذشت به ما. شما هم اگه دوست دارین من آهنگو میزنم، فکر کنید ببینین چه حسی بهتون دست میده، چه فکری میاد تو سرتون، چه حالی بهتون دست میده، و مثلا اونو میتونین تبدیلش کنید به یه شعری برای این آهنگ. خب من آهنگو اول بزنم شما گوش کنید، بعد من شعر خودمو میگم، بعد شعر بچه‌ها رو میگم، بعد شما هم اگه روش شعر ساختید برای من بفرستید، اونا رو هم پخش میکنم، نشون میدم به بقیه. خب بریم. خب خب بچه این شعر، شعری که من خودم روش ساختم و بگم اول، دیدین که مثلا صبح میشه بعد مامان بابامون میان بیدارمون کنن، بعد ما میگیم تو رو خدا 5 دقیقه دیگه بخوابیم بخوابیم، این برا اوناست. و حتی اسم نمیبرم، بعضی از بزرگام خیلی این به دردشون میخوره. شعرشو ببینید. صبح اومده دوباره، صبح اومده دوباره. حالا حتما فکر میکنید که پاشید که وقت کاره، ولی نه. صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. آره بچه میگه صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. به به، برای اونایی که دوست دارن صبح بخوابن عالیه. اینو میشه پاشید این آهنگ بگید صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. تو خرخری که فکر کنم خوابید. خب حالا من این شعر رو گفتم، بعد به بچه گفتم بچه شما هم بیاید ببینیم شما ها چه شعری میسازید. یکی از بچه خیلی سریع یه شعر خیلی قشنگ ساختیم با هم. من یه ذره کمک میکردم، مثلا یه چند تا ایده میدادم، مثلا میگفتم من اومدم دوباره، من رفتم دوباره، بعد بچه ها خودشون اینا رو میگرفتن و باهاشون شعرهای خیلی قشنگی میساختن.
اولین شعری که یکی از بچه ها ساخت این بود، خیلی جالب بود. من برای بچه ها وقتی اینو اول میخوندم شعر خودم رو نخونده بودم و اصلا نمیدونستن که این به خواب ربط داره، ولی یکی از بچه ها خودش چیزی که ساخت توش خواب بود. حالا میزنم و میخونم براتون ببینید. من اومدم دوباره، زودم میرم میخوابم. من اومدم دوباره، زودم میرم میخوابم. این آهنگو پریا جون برامون ساخت، خیلی دوست داشتم آهنگش، آهنگشو نه شعرشو، پریا جون برامون ساخت، خیلی دوست داشتم پریا شعر تو. خب بعد مری داد تو کلاس ما، بچه ها خیلی شیطونی میکرد امروز، هی میرفت پشت صندلی قایم میشد میپرید بیرون، قایم میشد میپرید بیرون. بعد ما گفتیم که خب نکنه این شعرش میتونه اینجوری باشه. من رفتم پشت صندلی قایم شدم یهویی. اوه چقدر بد زدم. من رفتم پشت صندلی قایم شدم یهویی. من رفتم پشت صندلی قایم شدم یهویی. این شعر مریدا بود. مریدا جون ببخشید، من خیلی خوب نتونستم آهنگ تو بزنم برات. بعد رفتیم سراغ امیلی بچه ها. اینجا که رفتیم من یه شیطونی کردم، آخ 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 آخ، یک شیطونی کردم که حالا براتون تعریف میکنم چی شد. من امیلی یه خواهر کوچولو داره، خب بچه ها وقتی کوچولو هن بیشتر دستشویی میکنن دیگه. من یه شعر گفتم که یکم شیطونی بود. حالا من به جای اسم اون اسم خودمو میگم. اسمش اینجوری بود بچه، یعنی شعرش اینجوری بود. شایان اومد دوباره، یا بذار ببینم، میگه شایان اومد دوباره. آره نه بذار اینجوری بود، میگه شایان میاد دوباره، چیش و پی پی میاره. شایان اومد دوباره، چیش و پی پی میاره. من مجبورم بود که دستشویی زیاد میکنه دیگه. بعد بچه ها من اینو خوندم، یکی از بچه ها هم اینو خوند، بکنم بعد مامانش دعواش کرد. من از همینجا معذرت میخوام، ببخشید که من این شیطونی رو کردم. راست میگه، خرابکاری کردم بچه ها. یه آهنگ شایان خرابکار بزنیم با هم. من شایان خرابکارم، ولی شما رو خیلی دوست دارم. من شایان خرابکارم، ولی شما رو خیلی دوست دارم. بقیهش در مورد میمونی میخونیم. میمونی ما هم تو رو دوست داریم، میمونی ما هم تو رو دوست داریم. آره ما هم تو رو خیلی دوست داریم، آره ما هم تو رو خیلی دوست داریم. خب بچه ها امیدوارم که شما منو ببخشید به خاطر این شیطونیم، و مامان بابای عزیز شما هم منو ببخشید. چون میمونی منو بخشید فکر کنم. تو عالی میمونی، میمونی خیلی خوبه، همیشه دل به دل من میده. خب پس این شعر رو نمیخونیم، میریم سر شعر اصلیش. شعر اصلی که بچه ها امیلی برامون ساخت این بود. آیلا اومد دوباره، شادی و خنده میاره. خیلی قشنگه، چه آیلا اسم خواهر کوچولوی امیلیه. آیلا اومد دوباره، شادی و خنده میاره. آیلا اومد دوباره، شادی و خنده میاره. خیلی شعرش قشنگه. بچه جون شما هم با این آهنگ هر چی دوست، هر شعری بگید خوبه، هر کاری بکنید قشنگ و خوبه. خب هر چی به ذهنتون رسید اگه دوست داشتید میتونید بر ماموباتون بگید، برای من بفرستن، من میتونم اونا رو توی جلسه های بعدی با هم دیگه بخونیم.
خیلی کار به نظرم باحالیه، خوش میگذره. خب یه بار دیگه من شعرهایی که بچه ها امروز ساختن رو میخونم. من اومدم دوباره، زودم میرم میخوابم. من اومدم دوباره، زودم میرم میخوابم. خیلی خوب بود. یکی دیگه چیه؟ من میرم پشت صندلی، قایم میشم یهویی. من میرم پشت صندلی، قایم میشم یهویی. مال مریدا بود. آخریش برای آیلا. آیلا اومد دوباره، شادی و خنده میاره. آیلا اومد دوباره، شادی و خنده میاره. شعر منم چی بود؟ صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. صبح اومده دوباره، پاشید که وقت خوابه. بچه ها مهمونی هم خیلی دوست داشت. امروز از بچه ها پرسیدم یکشون دوست داشت نقاشی کنیم. شاید هفته بعد با هم دیگه نقاشی کردیم، شاید هم نکردیم. ببینیم هفته بعد بچه ها چیزی دوست دارن. ولی برای این هفته کلاسمون خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. جای اونایی که نبودن خالی بود. فعلا از همتون خدافظی میکنم تا هفته بعد.